از کشت به بخشی از سرزمین تاریخی خودشون هست. در پرتو شرایطی که به نفع یک طرف پایلندیش نسبت به تعهدات امور بینون در قطعه‌های شورای امنیت بسیار آزادانه است، یعنی قطعه‌های 242-1967 که 45 سال میگذره به موجب برد 5 منشور ملزم هستند کشورهای عضو سازمان ملل قطعه‌های شورای امنیت پاسخگو باشه. و پایلند هنوز ما رو دیدیم که بخش اون که قطعه‌های 242 انجام نگرفته و بنابراین در چنین فضایی که دو طرف در یه شرایط نسبتاً متعادل نیستن خب خیلی روشنه که چرا فرایند صلح تا امروز نتوانسته تحقق مورد نظر خودش رو پیدا کنه. من برمیگردم چون بیان یه دبیر کل و گفتار و سخنرانی بسیار قابل توجه سرکار خانم سیاه رستمی معمولا مطالب رو بیان میکنم، اونچه که باقی مونده تتمر رو در حال ما من ببینید در آغاز طرح مسئله مقابل اشاره گذران میکنم مسئله فلسطین سه تا قطعنامه مطرح شد. این قطعنامه اعراب بود، عبارت از این بود که تشکیل یک کشور مستقل فلسطین با رعایت حقوق عربیت یهود. قطعنامه دوم قطعنامه کشورهای غربی و بلوک شرق تاریخ بود لازم به تقسیم فلسطین. یه قطعنامه سوم هم بود که هند و یوگسلاوی و ایران تشکیل فدراسیونی بودش. از خب از اونجایی که عراق مایل نبودن که قطعنامه‌شون در جواز قطعنامه دیگری باشه خواهش کردن که اون گروه کوچیکی که طراح فدراسیون بودن پس بگیرن در قطعنامه شد. برای این دو قطعنامه در رأی گذاشته شد که قطعنامه تقسیم فلسطین آرای لازم رو کسب کرد که خب برده تأیید عراق قرار نگرفت، همطور که بودیم جنگ 1948 بود و شکست عراق و در فرایند جنگ بود که 40% از اون بخشی که به عنوان کشور فلسطین در نظر گرفته شده بود در اشغال اسرائیل در آمد و در حقیقت فراتر از اشغال انضمام اسرائیل درآمد. و مسئله فلسطین به عنوان دیاسپورا بودن در هر حال کسانی بودن به عنوان آوارگان فلسطین. دو نقطه بس یادآوری کنم. ببینید در کل این پنج میلیون صحبت آوارگان هیچ وقت اجازه ندادن در کشورهای عربی ها مستقیل بشن، چون اگر میخواستن مستقیل بشن فلسفه وجودی آوارگان فلسطین نکته دوم که اشاره فرمودن در مورد نوار غزه و کرانه غربی تحت ادمینستریشن اردن و مصر قرار گرفتن، ملزم نشد. دقیقا به همین دلیل بود که موجودیت فلسطین به صورت دوفکتو اگر دژوره فعلا سرزمین نیست پابرجا باشه. و نکته که تفسیری که اسرائیلیا کردن که دولتی وجود نداشته اولا یه تفسیری که سازمان ملل که کشور فلسطین تا عراق قبول نکردن که بعدن و نکته دوم منظر نشده بودن، استعالم نشده بودن، بنابراین استاتوس حقوقیشون به عنوان مردمی که در طلب بازگشت به سرزمین بود و قدام‌های بعدی سازمان ملل اگه توجه کرد بشه مجموعه عمومی در اونجا میگه بازگشت به سرزمین اصلی یا مقام قرابت رو هم اگر آزادانه اونا بخواهد. و در مورد بیت المقدس یا قدس شرقی هم همطور که میبینید در اون تقسیمی که شد به عنوان منطقه بین المللی در نظر گرفته شد. و اما قطعنامه های مسئله فلسطین از این تاریخ تقریبا تا بعد از شکست مصر در جنگ شش روزه
به صورت آوارگان بودن در کشورهای عربی. بعد از ظهور ناصر و ناصریزم و رهبری جهان عرب بر سه محور بود، یکی آن عربیسم بود، رهبری مصر مدعی آن عربیسم بود، یکی آن اسلامیسم بود، یکی آن آفریقاییسم بود. مصر بر این سه دایره فعالیت میکرد و برابر این فلسطینی ها تمام امیدشون رو به ناصریسم بسته بودن. اگر خاطرتون باشه که مطلب دنیا نمیده بودی، به عنوان فدائیان در قسمت مصر در نوار غزه فعالیت میگردن علیه اسرائیل. خب بعد شکست ناصر و ناصریسم که تمام امید و آرزوهای مردم بخشی قابل توجهی از مردم جهان عرب تقریبا بیرنگ شد، فلسطینی ها به این نتیجه رسیدن که باید قائم به خودشون باشن، به خصوص در تعاملات بعدی به نفع زنها و جور مساعده کشورهای عربی قرار گرفته بودن. درسته گروه های ده گروه فلسطینی هر کدوم در بخش بودن، ولی عملا بچور مساعده بودن، هر کدوم از اینا افزاری استفاده میکرد. بنابراین تصمیم گرفتن که قائم به خود بودن. بعد از اون نبرد کرامه الفتح موفق شد که این پیشی و بشین رو از دیگران بگیره و بنابراین مبارزاتی که از این تاریخ شروع میشه از لحاظ اسرائیل به عنوان گروه تروریستی که البته هر ده گروه عربی رو جورج حبش رو نام احمد جبرائیل و نایب حواتم و انسایه و الفتح و همه رو به عنوان گروه تروریستی تلقی میکرد. و تا اینکه بعد از شکست مصر، سوریه و اردن که خب سرزمین هایی که تحت ادمینستریشن اردن و مصر بود خود به تجاوز اسرائیل و اشغال اسرائیل قرار گرفت، در برنامه 242 یه نکته است که لاینحل مونده. گذشته از آتش بس و مبادله اسرا و غیره، بازگشت مرزهای امن و شناخته شده بین المللی است. اسرائیل ها تفسیر جدیدی کردن، اما تو متن فرانسه و انگلیسی با هم از نظر تفسیر متفاوت بود. اسرائیل تفسیر فرانسه رو مبنا قرار دادن، استدلالش این بود که مرزهای امن دیگر مرزهای قبلی نیستن. از دیدگاه خود مفهوم امنیت در هر دو شرایط و مختصیات روز و تعداد همسایگان و انگیزه و قصد همسایگان در هر حال، این مبنای ارزیابی قرار گرفت که مرزهای امن مرزهایی که باید در خود تغییر جدی قرار میگیره. و بنابراین در رابطه با این بعد تیترار و اصحار اسرائیل سمت رو که قدامی 242 لاینحل بود، اما که بعد با مصر در هر حال هم تو که میدونید در برادران کم گیبید، ولی با سوریه و مسئله اردن این مسئله لاینحل باقی بوده بودن. و بنابراین این نکته رو یادآوری میکنم چون در یکی از مشکلاتی که امروز در رابطه با صلح، نیل به صلح وجود داره، تشکیل کشور مستقل فلسطینی، نکاتی است که یکی کمی مسئله است. یعنی از نظر اسرائیل فلسطین اون سرزمین کرانه غربی و نوار و قدس شرقی نمیتواند تمام کمال باشه. اولا راجع به قدس شرقی که معتقده که پایتخت واقعی اسرائیل در مورد معتقد که باز تغییرات اساسی قرار بگیره و نکته قابل توجه این است که رؤسای جمهور آمریکا هم لااقل منهای اوباما که اشاره خواهم کرد همواره تأکید کردن که باید بخشی از اون اراضی اشغالی به اسرائیل داده بشه، که تا امروز این مسئله یکی از معضلاتی است که در گفتگوهای صلح مطرحه. نکته دوم از نظر اسرائیلی ها مشخص کردن دلیل مرز بردر بین این خودمون سرزمین جدا مرز که باید مشخص بشه.
در اینجا پریژینسکی یه گفتاری داره حالا بگه every degree of security requires to be better security. هر درجه از امنیت نیازمند یک حریم امنیتی بیشتر است، یعنی یه حالت سیالت الاستیسیتی پیدا کنه. شما الان دیوار حائل، شما اگر توجه بفرمایید کلی اومده در بخش که حتی نمیبایستن باشه اومده جلو و بر این اساس مورد عمل اسرائیل قرار گرفته.